طریقه محاسبه ثواب در جهان آخرت چگونه است؟ در مورد طریقه محاسبه ثواب در جهان آخرت باید متذکر شویم که 1. وزن یا مقدار ثواب اعمال در روز قیامت تطبیق بر اعمال است، و این معنا که هر شخص پاداش نیکش به مقدار حقی است که عمل او مشتمل بر آن است. در نتیجه اگر اعمال شخصی به هیچ مقداری از حق مشتمل نباشد، از عملش غیر از هلاکت و عقاب بهره و ثمره آیدش نمی شود. 2. برای هر انسان میزانهای متعدد است که هر کدام از عملهایش با یکی از آنها سنجیده می شود، و میزان هر عمل همان مقدار حقی است که عمل مشتمل بر آن است. مثلا حق در نمازش نماز واقعی و جامع همه اجزا و شرایط است، و حق در زکاتش زکات جامع است. خلاصه حق در نماز غیر حق در روزه و زکات و حج و امثال آن است. تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 10-15. آنچه که از روایات برداشت می شود، محاسبه ثواب در جهان آخرت بستگی به عواملی دارد. 1. کیفیت عمل. یک وقت عمل خیر از شخصی صادر می شود که از نظر ایمان، شناخت، آگاهی و اخلاص در سطح بالای قرار دارد. بدون شک چنین عملی از ارزش بسیار والای برخوردار است، و گاه از شخصی که از نظر علم و آگاهی و اخلاص در سطح پایین تری قرار دارد عمل سر می زند، طبیعی است که چنین عملی از ارزش و ثواب پایین تری برخوردار می باشد. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل است، هنگامی که حج گذار با رحل و توشه پاکیزه از خانه بیرون رود و پا در رکاب نهد، پس اللهم لبیک سر دهد، منادی از آسمان ندا دهد که لبیک، زاد و توشه تو حلال و مرکبت نیز حلال و حجت مقبول باشد و بال بر تو نیست، و اگر با زاد و توشه آلوده به حرام خارج گردد و پای در رکاب گذارد و ندای لبیک سر دهد، منادی از آسمان بانگ می دهد که لا لبیک، زاد و توشت حرام و حجت مایه و بال است نه مقبول حق. کتاب الحج فلسنه صفحه 42. محمد ابن حمران از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود هر کس با اخلاص بگوید لا اله الا الله داخل بهشت خواهد شد. و اخلاص در کلمه توحید به این است که شهادت به یگانگی پروردگار او را از معاصی باز می دارد. شیخ صدوق کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال چاپ 10 صفحه 19. 2. زمان عمل. زمان عمل از نظر ارزش دادن به عمل نیز مؤثر است. مثلا از کار و اورادی را شخص در شب و روز جمعه یا شب و روز عرفه و نماز اول وقت و امثال آن می خواند. با همان اذکار در دیگر شبها و روزها و نماز غیر اول وقت از نظر ثواب برابری ندارد، زیرا در روایات برای دعا و عبادات زمانهای خاص یاد شده است که ثوابهای زیادتری دارد. امام صادق علیه السلام می فرمایند برتری نماز در اول وقت مانند برتری آخرت بر دنیا است. 3. مکان عمل. مکان عمل نیز به عبادت ارزش مضاعف می بخشد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ثواب نماز در مسجد من مانند ثواب 1000 نماز در غیر این مسجد است، بغیر از مسجد الحرام، زیرا ثواب نماز در مسجد الحرام معادل ثواب 1000 نماز در مسجد من است. حره آملی کتاب وسائل الشیعه صفحه 280 حدیث 6548. 4. ولایت. در روایات بسیار در حد تواتر نقل شده که هر کس ولایت اولیاء خدا و امامت و رهبری حضرت علی علیه السلام و امامان برحق را نپذیرد، عبادت او هرچند با تمام شرایط و مستحبات باشد
قبول نمی گردد. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش به نام میسر فرمود: احترام کدام مکان از همه بیشتر است؟ میسر گفت: خدا و رسول و فرزندان رسول بهتر می دانند. امام صادق علیه السلام گفت: ای میسر، بین حجر الاسود و مقام ابراهیم در کنار کعبه باغی از باغهای بهشت است و بین قبر رسول خدا و مقبره باغی از باغهای بهشت است. سوگند به خدا، اگر خداوند به بنده ای از بندگانش 1000 سال عمر بدهد و او در این دو مکان مقدس 1000 سال خدا را عبادت کند، آنگاه مظلومانه در بسترش شهید شود، ولی خدا را بدون ولایت ما قبول امامت ما ملاقات نماید، بر خدا سزاوار است که او را با صورت در آتش دوزخ بیندازد. همان جلد اول صفحه 123 باب 12. 4. کمیت عمل. هرچند میزان اعمال خیر بیشتر باشد، اجر و ثواب بیشتری در قیامت برای او محاسبه می شود. امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر کس دوبار به مکه معظمه مشرف شود و اعمال حج را به جای آورد، تا زنده است در خیر و سعادت می باشد. حره آملی، کتاب وسائل الشیعه، جلد 11، صفحه 129.